بسم الله الرحمن الرحیم سلام وخت مو بخیر زه سراج الدین پټانی مو تاسو ته ژورلیدونه خبرونه کوي قدر ملیدونکو د استانبول غونډه یو ځل بیا وزنډیده مولود چاوش د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په یوې مرکې کې ویلي دي چې د غونډې ځینو ګډونوالو بشپړ چمتووالی نه درلوده نو ځکه یې دا غونډه ځنډولې ده تر دې وړاندې دوه ځلې نور هم دا غونډه ځنډول شوې وه لومړی ویل کېدل چې د اپریل په شپاړسمه به دا غونډه ترسره شي او بیا ویل کېدل چې د اپریل په څلورویشتمه یا دا غونډه باید ترسره شي چې دا یې دریم ځل ده چې یا دا غونډه په ورته وخت کې د ایران مهر آژانس ته ذبیع الله مجاهد د طالبانو ویاند ویلي دي چې ځینې هیوادونه غواړي چې د ترکیې له ناستې څخه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي او خپلې ګټې تحمیل کړي تر دې وړاندې ذبیع الله مجاهد رسنیو ته ویلي ول چې که د دوی اندېښنې رفع شي نو دوی به له هر رامنځته شویو فرصت څخه د افغانستان د سولې په ګټه استفاده وکړي ذبیع الله مجاهد ویلي ول چې دمګړی د دوی استازي د ترکیې قطر او امریکا متحده ایالاتو له استازو سره په مذاکراتو باندې بوخت دي تر څو دوی ډاډ ترلاسه کړي چې د ترکیې ناسته د افغانستان د سولې په رامنځته کېدو کې مؤثریت درلودلی شي همداراز ده وویل چې یاد هیوادونه هڅه کوي تر څو د دوی اندېښنې لرې کړي خو اوس لیدل کیږي چې طالبان داسې یو دریز غوره کوي د استانبول د ناستې په تړاو طالبان داسې مهال د استانبول ناستې ته د شک په سترګه ګوري چې د افغانستان حکومت او د مصالحې عالي شورا د یادې غونډې لپاره بشپړ چمتووالی څرګند کړی و او د مصالحې عالي شورا ویلي ول چې د یادې غونډې لپاره د جمهوریت پلاوی هم تکمیل شوی ده او ډیر ژر به یې نوملړ له رسنیو سره شریک کړي په ټوله کې د همدې ټولو موضوعاتو د لا وضاحت او څېړنې په موخه او دا چې د ترکیې غونډه د افغانستان د سولې په بابت څومره مهمه بلل کیدی شي او که چېرته دا غونډه ترسره شي د افغانستان رواني کشالې ته به څومره د حل لار راوباسي او په ټوله کې څومره به داسې مهم تصمیم ونیول شي چې د افغانستان متردد بغرنج او دا بد وضعیت مدیریت کې او بالاخره یو مناسبه د حل لار ورته راوباسي د همدې پوښتنو د ځوابولو او د همدې موضوعاتو د لا وضاحت او څېړنې په موخه مو دوه قدرمنو میلمنو ته بلنه ورکړې هر یو ښاغلی محمد یاسین حبیب په افغانستان کې د فلاح او ملي بیدارۍ د ګوند مشر او ښاغلی ډاکټر عبدالهادي قریشي د سیاسي او پوځي چارو څېړونکی قدرمنو میلمنو ښه راغلاست حبیب صاحب اگر بس از شما آغاز کنیم خب یک بار دیگر نشست استانبول به تعویق افتید شما علل و عوامل به تعویق افتیدن نشست استانبول چگونه ارزیابی میکنین؟ کدام طرف باعث ازی شد که به بار سوم نشست استانبول به تعویق بفته؟ بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و درود به شما و همکاران محترم شما همچنان به مهمان عزیز حاضر در برنامه جناب جنرال سر دکتر قریشی و به همه بینندگان نهایت عزیز تلویزیون ژوندون چه در داخل و چه در خارج سپاس اولتر از همه عرض تسلیت دارم به شهدای اخیر کشور ما هم از قوای مسلمه و ملکیای ما در حوادث اخیر خصوصا حادثه شب یا انفجار شب در چارایی شهید صورت گرفت ما به شهدای مظلوم این کشور جنت فردوس به زخمی ها هرچی زودتر شفای عاجل و بازمانده های شهدا صبر جمیل ببینین جناب آجی پتان سب خب در حمت یک شرایط در حمت اوضاع و وضعیت نهایت رقتبار مردم افغانستان که از یک طرف ملت ما روزدار است روزه دارن ملت مسلمان مؤمن مجاهد خداپرست روزه دار است اما میبینیم تحریک اسلامی طالبای افغانی به حال امی ملت مسلمان و مجاهد روزه دار خود هم رحم نمیکنه علی رغم ادعای ازی داره که اواخواهان شریعت برقراری امارت اسلامی در افغانستان هست به هر ترتیب ببینین وقتی که نمیت وضعیت در کشور و بالای مردم ما مستولی هست و از جانب دیگه هم کشورهای اسلامی یا ترکیه هست یا هر کشور دیگه که هستم
به خاطر حل قضایای جانکاه و طاقت فرسای افغانستان حاضر میشن تا منیس میزبان از طرف دعوت بکنن به خاطر این حل منازعات و مشکلاتشان مذاکره کنن تا به یک نتیجه برسن. وقتی که اعضای تحریک اسلامی طالبای افغانی ببینید شما حاضر میشن میرن در نشست مسکو ولی فکر نمی کنه که آیا مسکو در امور داخلی افغانستان مداخله نمی کنه، در حالی که تجاوز اونموش شوروی سابق که میراث خوارش مسکو است این مصیبت ها را در وطن ما آورده، در اونجا میره شرکت میکنه ولی در ترکیه اعدام میکنم. از یکی از رسانه ها شنفتم که گویا ترکیه هم در امور داخلی افغانستان مداخله میکنه، در حالی که پاکستان ایران مصروف مداخلات بیشرمانه در امور داخلی افغانستان هست. یورا چرا گپ رو میزنی؟ اما آمدیم راجع به ای که امروز از طرف دولت افغانستان و همچنان شورای عالی مصالحه ملی آمادگی آمتام گرفته میشه تا برن در نشست استانبول شرکت بکنن، ولی تحریک اسلامی طالبا گاهی میگه میریم گاهی میگه نمیریم، بانه های مختلف. من این فقط عواملش روی دو چیز میدانم. یکی، اولش کشورهای مغرضی که تمیل کننده طالبا هستن به خاطر تحقق عدفهای شومشان به طالبا مشورهای نادرست و غلط میتن، اونا را منصرف میسازن از حضور پیدا کردن در نشست استانبول. امیدوارم چنین نباشه ولی عکس و گمان من هست. و از جانب دیگه هم طالبا میخوان با این میروم و نمیروم و شرکت میکنم و نمیکنیم اصلا میخوان امتیاز بیشتر بگیرن. مثلا چی امتیازات؟ امتیاز یعنی در بحبوهای نمی نشست ها و مذاکرات بین الافغانی فقط امتیازات بیشتر را بگیرن تصاحب شون، یعنی نسبت به این طرف که از یک سو حکومت فیلی افغانستان است و طرف دیگه مردم افغانستان هست، سیاسیون افغانستان است که سیاسیون افغانستان احزاب سیاسی افغانستان بیشتر از مردم ترجمانی و نمایندگی میکنن. این فقط سعی میبرن تا امتیازات بیشتر بگیرن. خب حبیب صاحب، موقف طالبا پیرامون اشتراک یا عدم اشتراک در نشست استانبول بعد از اعلان خروج سربازای امریکایی از طرف حکومت ایالات متحده امریکا بالا گرفت. وقتی که آقای بایدن گفت که ما خروج سربازای خود 4 ماه دیگه به تعویق مندازیم، یعنی تا آخر می نه بلکه 4 ماه دیگه باید در افغانستان باشه تا بیرون شدن از این سربازا مسئول و مسئولانه باشه، بعد از او باز طالبا امریکا را متهم به این کرد که امو موافقتنامه دوحه را شکستاند و بالاخره پابند نماند به اون تعهد خود و گفتند که وقت امریکا تعهد خود شکست ما در هیچ کنفرانس و برنامه پیرامون صلح افغانستان اشتراک نمی کنیم. اما باز دیروز و پریروز گفتند که امریکا و قطر و ترکیه را می فهم با طالبا ریزنی دارن که اینا را قناعت بتن و تشویش هایشان رفع بکنن که در نشست استانبول شرکت بکنن. و آل سخنگوی طالبا با یک رسانه ایرانی در مصاحبه خود گفته که نمیفهم بعض از کشورها در امور داخلی افغانستان اشتراک مداخله میکنه تا که تشویش های ما رفع نشه ما اشتراک نمیکنیم در نشست استانبول. یعنی چی؟ چرا طالبا یک موضع واحد و روشن پیرامون نشست استانبول نداره؟ ببینین جناب آقای آجی پتانسه، ما تعجب میکنم خیلی حرفی زبیولای مجاهد مزخرف هست، یک به اصطلاح چرندیات هست، به خاطر از این تعجب آدم میای آدم خنده میگیرد. تو در قسمت کشورهای مداخلگر در امور داخلی افغانستان واقعا تشویش داریم؟ آیا پاکستان مسئول مداخله نیست؟ اگر نیست شما رو با اونمو قوت تا با اونمو ساز برگ جنگی تا پاکستان جای نداده؟ آیا استخبارات پاکستان این شما را سرق داره نمی کنه؟ و همچنان ایران و از طرف اینه همچنان روسیه روسیه که چقدر شما را با ناز و ادا می خرن به اصطلاح استقبال می کنن، شما را اونجوری دعوت می کنن، حتی شما را حتی باور کنه جناب آجی پتانسه، من از طریق بعض رسانه بعض ویدیوها را دیدم وزیر خارجه روسیه آنقدر توجهی که به عیتهای طالبان داشت، لطف و مرحمت و مهربانی و
یک استقبال گرم و یک پیش آمد خیلی خوبه که با معیت طالبان داره، معیت افغانی، معیت چه دارد. حکومتی و چه سیاسی. چرا؟ نه خوب واضحی گپ است، واضحی گپ است که یه هم یک نوع مداخله است، یک نوع تشویق است، یک نوع تشویق است. ما یک چیز از جناب آجی پتان سب باید این را بگویم که امروز وقتی که یک زمانی بود که اینمی افراد تحریک اسلامی طالبان در لست سیاه ملل متحد کالیام هست، در لست سیاه امریکا بود، در لست سیاه بعض از کشورها ایران و روسیه و این آن بود، ولی امروز اینا چقدر با اونمو غرفش و قلل مردم عوام ما میرن، به ایران میرن و تهران میرن، با زعمای تهران میبینن، میرن به مسکو میرن، با زعمای مسکو میبینن، به چین میرن، اینا به بسیار اینا همه و همه اهداف دارند در قبال افغانستان. یعنی حتی ببینید در گذشته ها شاید شده از طریق بعض رسانه ها روسیه اصله دادن به طریق اسلامی طالبا، ایرانی اصله دادن به طریق اسلامی طالبا، حتی ایرانی ها به این متهم بودن که اینمی موتورسیکل ها و اینمی منای کنار سرک ها که گذاشته میشه از طرف ایران داده میشه برشان، حتی ایرا گفتن که بعض سلاح های ضد هوایی که هلیکوپترهای برای میزنن میگن ایرانی ها برشان در اختیار شما قرار دارد. حتی ما هم شنیدیم که روسا از طریق ایران و روسا به ایران بدن از طریق ایران برای اینا در اختیار شما قرار. ما امیدواریم که اینمی عرفا ها و اینمی اتهامات غلط باشه، هیچ چیز نباشه. متوجه از این شوان، متوجه حال مظلوم خود سلامت باشین. دکتر صاحب تستر ازم لمرایی که دی استانبول یا دی ترکی دی ناستی پو ارزخت لکت سناس معلومات دی تاسی نواخلو چی سوم را فکر کوایی دا غونده یا دا ناستا ارزخناکه وی او واقعا دی افغانستان شتا وضعیت تا تغییر وار کرایشی زکا دا ناستا اغا دی عوام پی اسطلاح دیر درانش و او دا ناستو پو چیر نظر ترسارش شولا و نه دا سه زړه کوي دا دی ناستې ګډونوال یا ونډوال یا طرفونه او ادرسونه د دې ناستې هغه ارزښت په څه کې ده؟ د بشري وګړو نه جوړ شوی دی. بله دقیق پښتون خو په سره باندې لومړی مې خپل سلامونه درنه وي ښاغلی انجینر صاحب تاسو جناب مشر ورور ته مې جناب رسین صاحب ته هغوی چې موږ اوري او وینې د کور دننه د کور دباندې تقدیم وو د دوه غونډه د استانبول غونډه د مسکو غونډه دا هغه غونډې دي چې په هغه کې د افغانستان دپاره نوي تصامیم ونیول شول یا نیول کېږي. خو په صورت باندې د دوه غونډه باندې به یو څو ثانیه تم شم هغه کې یعنې د خبرو ناکامي پکې نغښتې وه او کامیابي پکې نه وه. حتی دغه څه خبرې هم یک ګنګسي هم شته دی چې متحده ایالاتو طالبان ته ویلي چې د دوهې د غونډې هغه څه چې وي چې خلیلزاد تاسو سره امضا کړی و چا شو هغه زمانونه صرف نظر تاسو د افغان دوره سره جوړ شي. که چیرې دا خبره ټیک وي احتمالا همداسې به وي، نو دا به ښه خبره وشي د دولت د پایښت او د قوتو د پیاوړتیا دپاره به یو قدم وي. دا بده خبره نه ده. دا شی په استانبول کې په څوارلسم تاریخ او په څلېرویشتم تاریخ باندې یا وسم چې فرد مثال زندگی کې څو ورځې او تقریبا ورځ تل اختر ته ویل کیږي او کنه نو په دې حساب باندې دلته زه فکر کوم چې د متحده ایالاتو د ترکیې او د پاکستان ممکن دی مسکو به وشيږي او نو وشيږي په ځکه ګډون زه ډېر باندې دا نه تاکید باندې نه کوم زما تحلیل هم دغسې دی. دلته به پاکستان باندې د متحده ایالاتو فشار و ارزښت مندی ته بازار اعظم فشار و نگه چې کاغلی سبگین پا تخبول خبری که من سهار رو ویلی یا پاکستانی جورنالیست هایی تاسی دیدلی دی پا تاوی رسانو که زما و دیشمنو رو شخصتون پندر رو بندی هم دی پکی پاکستان با صرف دیتا آغا تشریفاتی آغا دی دیپلماتیک خبری چه تاس دا افغان دولا سر جول لاشی او پاس پشت پر دی بینی کن فشار نمی او نی بواردگی او دست دوی پالیسی هم نده آغا سیاسی برخورد به سروی که چه سیاسی تعاملات فی بین کابل و سلاحبات جول لاشی چه مرد اولی دست بزر مردی فشار نو نرابری او نه به دې د هغوی په خولې باندې وکړي ځکه چې فشار ونیسېږي یا خپل رمز باندې به دوی اساسي دوکاندارۍ به دوی بل سره وپوهېږي.
که او ابی کنه او للمی یعنی طالبان پنده افغانستان ده سلو ده پارا و ده اسلام آباد سرا ده جولک بانده صحیح اونی که کچیری ده استانبول غنده جول شده ده افغانستان ده دولت ده پایخ ده پارا او ده پایخ سربیره در اوستانی حالت که اوزستی پر جنگ و جگوری که مگخلی دی در خشونت دو خشونت دو عدو دو دشمنی دو جنگ و جگوری دی 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 حواری دی پر با اوربان دی پر کار شوی وی او سربی را پیدی بنید طالبان موقت دی پر دیزی که تعریف شوی و قدس شوی بوی دولت با پک اخپل موقت در لگل سربی را پیدی بندی دی افغانستان دی پر پراتون که دختونی که سوی که دولت دی پر را دی لاری و نقشه با پکی موجود و او لدیز این پراتا دی هم دی طالبان و هم دی افغانستان دی دولت دی پر را اغا پر ملی کشه بندی او په سیمهیز کشه بانده چه وسه اجتماع ده پارا شکر ده یو سه قدم پرتکی گی او په ملی کشه بانده ده سیاسیون گرچه زی سیاسیون زی نرازی ایما دیر نرازی ایما سخا خود دی هم یو حد اقل و مفکوره و سر موجود ده چه ده افغانستان ده دولت سر گرچی او ده طالبان پولانده او ده طالبان پولانده کونه داریگی اغا په سلا سر ده تندی لهجه سخه د خوشونه سخه د ادبات سخه کار وانه خلی د اوی د پروانه او د اوی په ځای وسیږي چې د سیاسي د پروانه وسیږي د افغانستان د دولت د پروانه وسیږي او د سولې دروازو د پروانه قدم پورته شي ان دا بده خبره نه ده خبره ده میرونه ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو بیا راوګر حبیب صاحب میشه روی علت نگرانی طالبا بر ما بگوین که چرا حراس دارن از نشست استانبول یا چرا نگرانی دارن یا ای که مطرح میکنن که باید نگرانی های ما رفع شد پس از او باز ما از هر فرصت استفاده میکنیم و یا در چنین نشست های اشتراک میکنیم نگرانی هایشان به نظرتان چی است؟ ببینین جناب علی پتان صاحب امی طرحی را که ایالات متحده امریکا داده طرحی را که بعض احزاب سیاسی ترتیب کرده طرحی را که از طرف رئیس جمهور افغانستان ارائه شده یعنی همه طرحها تقریبا در حدود 30 طرح بوده در شورای عالی مصالحه یعنی از یک طرح درست ترتیب شده و به این رقم یک طرح جامع خوب که در او به اصطلاح یک حکومت عبوری با حفظ دستاوردهای افغانستان یعنی تقریبا قوای مسلح و بعض مسائل آزادی بیان احزاب سیاسی حقوق بشر و روند تعلیم و تربیت خصوصی و سایر موضوعات خوبی که در پیشرفت و ترقی و افغانستان منت واقع شده و فعلا کار شده و طول 18 سال سرش با حفظ این دستاوردها با می رقم سر بیایی که اون رئیس جمهور افغانستان اون مواریونش نمی باشه و رئیس جمهور هم خودشان ایرا گفتن که من دیگر در حکومت آینده شرکت نمی کنم اون مسئله انتخابات هم نشد مسئله انتخابات حالا هزا مثلا میشه که بعض از افراد نزدیک به خودش معرفی شود اینمی خود به خود این تقریبا ببینین یک چی در خدمت شما جناب آجی پتانسه با عرض بکنم که اگر شورای عالی مصالحه ملی هم از مربوط به دولت است بله به جمهوریت نمایندگی میکنه بله یعنی جمهوریت نمایندگی میکنه یعنی این که علی کمی شورای عالی مصالحه ملی پذیرفت اونو امتر امریکا را امتر رئیس جمهور را امتر بعض احزاب سیاسی را پذیرفت اصلاحات هم بهش به وجود آمد اینی مایه نگرانی مایه نگرانی آمیان طالب باشد جناب آجی پتانسه آمیان طالب بخاطر از این میگیم که امی اجماع ملی که رو به شکل گرفته است مایه نگرانی بعض از کشور خواهی جناب آجی پتانسه همیشه هست از طریق رسانه ها گفتیم که دشمنای دیرینی افغانستان دشمنای قسم خوردی افغانستان که خواهان از این نیستن که در افغانستان یک اجماع ملی به وجود بیاید در افغانستان یک وحدت ملی به وجود بیاید در افغانستان یک نظام منظم کلی قوی به وجود بیاید در حالی که اینمی طرحی را که آماده شد همه همی طرحا و در شورای عالی مصالحه ملی تنظیم شد توحید شد منظم شد صرف یک نفر کورم به خاطر ملاحظات قومی و مذهبی شد که ماهر دوم رئیس جمهور هر گفتن نه جناب رئیس جمهور کدام ملاحظه ارائه کردن نه ماهانه اولش بل. فقط صرف همو آدم که هم
ما منعنمو عرفهایش اظهاراتش توسط اکثریت از سیاسی وطن ما کشور ما از رسانه های ما تلیلگرهای ما رد شد کنزه شد یک عمل زشت زد مینی تلقی شد بلی رکن اما طالبا اینمی ترهی را که منظر یک از طرف شورای عالی مصالحه ملی جانه سایر ترها سی تر و در مجموع تمام ترها خصوصا بیشتر از یالات متحده امریکا این باعث تشویش نگرانی از یاد شد آن هم به خاطر از این که یا بتانند در تحقق اینمی ترها امتیازگیری بیشتر میکنن آن هم چه حرف میزنن هم چه بانجویی ها را میکنه که گویا مداخله خب مثل من پیشتر گفتم آیا نمیبینن کور هستن که پاکستان در امروز داخل افغانستان مداخله نمی کنه ایران مداخله نمی کنه حتی روسا مداخله نمی کنه خب این که کدام کشور مداخله می کنه ترکیه یک کشور اسلامی است یک کشور واقعی ملی و مردمی خلقی است از بطن مردم آن رژیم به وجود آمده اونا به اسلام سال همی غرزه که تا امروز دوران افغانستان منتفی شدن اختطاب پیدا بکنه ولی یه جا دیگر فقط اما با عقیده من جناب آجی پاتان صاحب که بیشتر که برای طالبان مشوره های نادرست و نابخردانه میتن کشوره های تمیل کنندهشان که این فقط این منافع شاید امی کشورهای اما امی کشورهای یکی از امی کشورها که عبارت از پاکستان باشه وزیر خارجیش گفت که ما کوشش میکنیم طالبان را تشویق کنیم که در نشست استانبول اشتراک بکنند این که چقدر گپشان صادقانه بوده جناب آجی پاتان صاحب امروز امیاله اگر جناب خیر از نبه احترام یاد میکنیم جناب ملای و طلاخون اگر زنده باشه که اگر نکشته باشه مثل مرحوم ملای مرواره که دو سال او را مرگ از یه بالای هم اعلامیه صادر میکرد مرگش مردش و هم حاکمیت میکرد بالای طریق سید طالبا بالای قماندان ها اعلامیه هایش صادر میشد اگر ملای رسلا پس از کی بود اگر ملای عمر وفات کرده بود اعلامیه ها خیلی اصلا پاکستان جناب آجی پاتان صاحب باره چرا ما همیشه طریق رسانه ها همیشه اوریان گپ زدیم دل فافا گپ نزدیم اوریان گپ زدیم حقایق گفتیم چرا ملت مسلمان و مظلوم و رنجیده و ستم کشیدی افغانستان هم بلادیدی افغانستان ما از مسائل پت کنیم خوب واضح گپ است حتی ما حتی الان زنده بودن ملای بطلا شاک و تردید دارم ولی چون با آنمون تجربه ملای عمر آلورم در یک سال یا دو سال یا کم زیاد موردش پنهان داشتنم اونم ملای غنی برادر هست یک چهره بسیار اثرگذار سیاسی فعال طالبا و همچنان ملای سراج‌الدین اقانی هست یک چهره نظامی خیلی تند و جدی و قاطع هست اونا میکنه به اصطلاح اون در تابانی با عیسای در راهنمایی و سرقداری عیسای کار میکنم فردا من میگم پس ما تلاش داریم که با پاکستان صلح کنیم ما یک چیزه از گپش کن شدیم جناب آقای پاتان حبیب سه بسیار زود بخشم وقت با گفته شما تمام اختیار و صلاحیت طالبا با پاکستان باشه و همه چیز برش پاکستان به طور راهنمایی کنه پس مذاکرات با طالبا یعنی چی؟ و ای که امریکا تلاش داره و با طالبا مذاکره میکنه یا مثال مسکو یا چین یا ایران و نمیفهم ترکیه و کشورهای متعدد دیگی با طالبا قدر پرستیج میتا و قدر قیمت قائل میشه و با اینا تلاش دارن که صلح بکنه یا با حکومت اینا رو تشویق بکنه که با حکومت افغانستان صلح بکنه به چی معنا؟ جناب آجی پاتان صاحب من اینا به زعمای روس و ایران و چین میگم که شما مشکلی که با امریکا دارین مشکلی که با امریکا دارین خصومتی که با امریکا دارین متاسفانه با کمال تاسف و تاثر فراوان باید بگویم که امروز بهای شما میپردازیم بهای خون با قیمت ارائه خون ارائه جان و حیات زندگی ملت ما امروز اینا اگر روسا هستن طالبان رو استقبال میکنن بسیار بگرمی اگر چینایی هستن اگر ایرانی هستن چون دشمنی با امریکا دارن این یه حقیقت بخواهد ولی این که ملت مظلوم افغانستان پامال میشه کشته میشه قربانی میشه مصیبت بار میشه برای پس ما اما من این راجع به یک مثلا من ایشه از طریق رسانه ها چی از طریق نمی رسانه
ژواندون سایر رسانه ها گفتیم و زمان افغانستان در طول همین 15 سال از مرات 15 سال تالی ما گفتیم که زمان افغانستان باید خوب است که مشکلی که با پاکستان داره نمیره در حلش بپردازم، مشکلی که با ایران هست بسیار تشکر میپردازیم. به این مسائل دوباره برخواد گشتیم. دکتر سر میروانیشم سمده چه ده طالبان و زینی مشان با پاکستان کیوی یا با پاکستان پا دی روان جگره که خپلی گتیم لطولی، اما فکر کوایی چه طالب یعنی پاکستان ده طالب خبره یعنی ده آیسای خبره، آیسای او پاکستان ده چه طالب تا برنامه ورکوی تگلار ور تا تاکی او که پاکستان اوغاری طالب سوله کوی ده حکومت سره او که پاکستان اوغاری طالب سوله نشی کوله؟ افغانستان تا پتلگی گی چه دی از چپ از رکی بار کرده اولا دی دیل فساد چخا از چپ فساد که زیر دی دی نگمرگی چخا از چپ نگمرگی تورزی زیر دی اقبال سب شیر رو تا پختو جوالا با. اما اوز تقریبا طول آسیا پا امن که دا خو یواز داغ دی آسیا از رس وزی خود دانا بیل تحلیل دی دا وزی هند تاک از زاریات چو برتبای ما چو بل دغه څه ده ځکه د پراکسیوار چې موږ وایو هغه په همدې ځای کې دی د ویژې نه هم یو څه شته په ځای کې. خو خیر قبل بلې خواته لاړ نه شو بلې چون افغانستان یو ستراتیژیک له نگاه د پولیټیک ځینې له نگاه د اکونومیک اقتصاد ځینې د نظامي نقطه نظر ځینې یو مهم هیواد دی او د دې ځینې د دې سوق اداره هغه دی همشه ها باز خرادی خواهد د انگریزان و بیا وروسته د روسان و بیا وروسته د ایرانیان و درسته پوره پزده که در دوی اغشت ده توب نده نظامی دشمنان پا دیزه کشته ده نوزه که پاکستان پا دیزه که چکل دوی ده حیوات ما بین تراغه ده همه غوالونی و رزوزی نرادی خواهد دوی به پالیسی که تر اوزه پوری ده افغانستان ده زپل ده پاره بلسه پی که نو او نشته د تا د خبرې یعنی د تګلار او ستراتیژي د افغانستان بدبختي بدبختي ده او دا بچه د خبرې چې کاغلی یاسین صاحب هم دا خبره وکړه او دې بنه ټول ملت پوهېږي نو د هغوی ملي شورا هم پرې پوهېږي او څو دپې د افغانستان باندې په دفاع باندې هم خبرې وکړې د هغوی ژورنالستان باندې پوهېږي طالبان هم پوهېږي د افغانستان شریف ملت ورباندې هم کړی دی ملت ورباندې هم پوهېږي. خو په هر صورت باندې دا به شایسته و نوی چی هاگه دی اختار عبدالرحمن و بیدی خود جنرال میدیکل و دی دورانی و دی خواجا و دی بالاخره تا دوستانی و کسان چه اقام زمین دیده که باجوا و دی فرمسال فرز زمین دیده دی پالیسی و نور تغییر شی نزده که پا دیده که کپی مثلا ده مثال برته ولی ده مثال ده و دیده که دی تاپ مثلا ده پا دیده که دی کاسا مثلا ده پا دیده که دوار خواهتا منگا رفت آمد برو فرهنگی دینی و سنگ سنگ بلاخره دی منزنی اصلا تا دیوغی الواری دی ما خبر ایرالان بکنم دیره دیره خواه. اما دکتر سب سامده چه دی افغانستان پا ثبات که با دی پاکستان زینی اقتصادی گتی وی اما زینی پا دی باور دی چه دی افغانستان پا ثبات که بیا دی پاکستان نابودی مطرح کیگی دی پاکستان تجزیه مطرح کیگی دی پاکستان به اصطلاح دسی لوی ستونزی مطرح کیگی چی پاکستان تریویر لری چی بیا خونو دا نسبت او اقتصادی گتو یا لسترالونو تا دیر لوی زیانو ندی گورا یو خدا ده چی یو شمیر استراتژیستان زین خبری کبی اما فکر دوست گورا چلندگاه ده بود نظامی استخباراتی په دغه سیمه کې او دننه په پاکستان کې د انګریزانو دی هغه وخت ځینې چې دوی ازادي واستله د اته څلوېښتم کاله یعنې اووه څلوېښتم یونیو د اته څلوېښتم کاله راځي خو ته د انګریزانو په هغه ځای کې مشاورین د نظامي شته دي اووه هم شته دي د هغوی پالیسیګانې په ملي کچه باندې د پاکستان د تحافظ لپاره جوړیږي او هغوی څخه حمایت کوي دا چې ځینې وایي که نه چې د پاکستان د نه پوهېږم چې اټومي قدرت باید څنګه کېږي دا اصلا یو نوع
توپهی خبری دی یعنی او یعنی خیالی خبری دی آقا دونه زر حکم نکوم چه در پاکستان ترجیه دی پاره در زن کسان آقا عاطفی خبری دی افغانستان دی پاره دی که آقا خودتا بی چه امکان داری آقا عاطفی قدرت داری شاید قوتون پیجنی نوالال دی یا میری شاخوات قوتون لری پاکستان یو دول افغانستان تا دخپل دخمن پسترگ گولون که چه هم دوار اسلامی هیوادونه دی او افغانستان پا طول دی تاریخ که در حد سنه در کلی چه پاکستان تا دی زیان واروی خو پاکستان برعکس حد سکلی در چه افغانستان بدبخت کی اما پاکستان وایی چه کچیر تزد دو دخمنان و ترمنز را گیر که گمه چه یوی خواه تا هم دو بلای خواه افغانستان او دل تا دی پختونستان موضوع افغانستان مطرح که حال تا بلوچان با پاسی دلی دی ازاده غختنه کمی و لاس پا مبارزه و پوری کرده ده حال تا دی کشمیر مسئله ده حال تا دی سن مسئله ده نو بیا پاکستان وایی چه ما تا با گرانه وی دستی و اول کی گی کچه هم ز ما دیره چیده ده گوره که آزالیا ما پا خلو کتابو میکنم داخلی ده ده وزستی ده یا نقشه وا چه پا پینزلستان کار که ده لویدیز و خوانه پا پاکستان چوم را خپلواک هیواد بولی چه ده پاکستان سیاسیون او پوزیان ده ده خپلواکی ولری چه ده پاکستان طرح و برنامه ده پزنگری توگ اغا بحرانه سیاست ده پا خپل خواخ ترسیم و ترتیب کی یعنی زینی پا ده باور دی چه پاکستان رامنزت شوی دی هم ده لپاره ده چه دل تستونزی و زیگوی ده سیمه نا امن کی یعنی پاکستان تا خپل ثبات دی سیمه ثبات دیر مطرح نده یا خپل پایخت یا خپل پرمختاگ یا خپل اقتصادی غریده و پیاورتیا بلکه دی پاکستان دن ده و مسئولیت داده چه دل تا باید پا دی سیمه کی تشنج و بدبختی را بسته این ده ده شر او ده فساد او ده شرات محور ده بطور رمسته شوی ساده خبری مولا پم دیگه نگه پا پندرستان کال که او نشا پا ویدیو داشتن او بخی پا ده فیسبوکو می که موجود بیو پاگه زمانه که چه پاکستان زین و بلوچستان جدا کی یا با جدا ویسی که یا برخه ده نیمروز و یا خود ده ایران ده کس درست پر اگه عملی ده شولا او اگه روسم بالفیل او بالقوات توده بانده نسبت و پختانیو تا اوی مبارزه که او ده خبرم پختانی بانده می تینگر کم پاکستان پخپل بحرانی سیاست که خود مختاره ده؟ پاکستان انگلستان ورته ترتیب وی ترسیموی دی بانده اخپل پاکستانان پیگی او دو اوی پا دو بانده افتخارم کبی خواه زکر چه دی انگلیس غنده ستر قدرت دی اوی پشاک ولال ده ورته حمایه کیگی او پا نظامن که دیگه پاکستان بانده اولا بیگاری یعنی دوی تا برنامه ورکول کیگی ممنانه دی خبر هم دیگه دیگه بیا طالب چوم را خپلواک ده یا طالب چوم را دی پاکستان پوری تلاله دی طالب پریکری پاکستان کهوی که خپلی کهوی دست یا چو فیصد خوب پرات لشکا چه چوک چه چاس رمرستی کهوی و سپورتوی و حمایتی کهوی نو آقا با اثر و تاثیر و رسوخ و نفوس پیلری اما دست سل پسلو که فکر کهوی چه دی طالب پریکری پاکستان کهوی زب دی فکر که ما چه دی طالب مشران چه کاغل غنی دا غپ برادر غنی چه ارتوی کنی ملا برادر دای او دیده دغه هم قطاران چې بلی تلویزیون که ما بوله کاری گلی که سانه زای او تیدا نور دیده کورونا آلتا پا اسلام آباد کی پا پیکابر کی پا کویتا کی او پا آغی کی دیده دو دو دیده اینه کی دیده وقتی چه دیده افراد و اشخاص خانواده نه نیمت بغضه که او بوسی گی دانو کم منطق منی چه دوی دیگوی دیگوی غزلن دیگوی بوسی گی جنگی غزلن دیگوی بوسی گی سیاسی غزلن دیگوی بوسی گی حمدگر دیگوی بوسی گی بگران بغضه که دیگوی بوسی گی معلوم خبری چه دیگوی لخوانه با دی ترین کی گی رسول کی با تسلیخی گی با دیگه با نه نه پیه سابانه دستی بوسی گی بیشتر دست فکر که گی چه طالبان دوی یعنی دا وست پیدا که چه وش کولا دوی مستقلانه تو گوانده دیره منه نه داکتر سر از زندان شی او دا افغانستان ده پاره دا خپل ملت ده پاره دا پورتن ده پاره درست او شایسته کار مخوره ولری کورونا همیب سب رای حل قضیه افغانستان چیست؟ حالا با طالب وقت میگین که 100% تحت تاثیر پاکستان است و پاکستان هم در این 40 سال میبینیم که نیت خیر پیرامون افغانستان نداشته و نداره پس چی باید کرد؟ جناب آجی پسانسه من دو عرض دارم یکی عرض از جامعه افغانستان دوم بر رهبرای تحریک اسلامی طالب و جامعه افغانستان این عرف است که همیشه ما گفتیم نمی طول پاکستان بیا این مشکلتان با همین مشکل تاریخی که بین افغانستان و پاکستان از ده حلمی بپردازم علی تشویش نظامیان پاکستان از نای افغانستان همین حل کنن برطرف کنن و شک کنی سال درست یک
تا اینا بگم ما را کشور ما را ملت ما را دولت‌های ما را دشمن خود تلقی نکنه. اما فکر میکنیم که یگانه مشکل پاکستان با افغانستان امی باشه؟ حالا پاکستان مخالفین حکومت تاجکستان در خاک خود پرورش میده، مخالفین حکومت ایران در خاک خود پرورش میده و بقایای مالک ریگی و کیو کیده، مخالفین حتی امی چینه که 50 میلیارد دلار در پاکستان سرمایه گذاری میکنه، گفتم میشه که یک تعداد از کسایی که در اونجا مشکل ایجاد میکنه در خاک پاکستان ترنگ میشه. یعنی این حرفای ما به این معناست که پاکستان یک قسم یک کشوره که به این منطقه شر صادر میکنه و شرارت ایجاد میکنه و مشکلات ایجاد میکنه و در تلاش و کوشش از این است که جنگ و بدبختی را در این منطقه دامن بزنه. یعنی مشکلش تنها با افغانستان نیست. اگر قسم باشه که پاکستان به خاطر شرارت مشکل ایجاد شده باشه از طرف انگلستان و متحدینش، پس این توقع ما به جاست از پاکستان که این مشکل حل شد و بازگه کرد؟ ببینید جناب حاجی پاتان صاحب، اولا وقتی که در صورتی که از چین یا تاجیکستان یا از ایران مخالفین اجرایی یا چین میشه که شکست باشه، ما چرا به هوا پردازیم؟ چرا به اصطلاح چین این عمل کرده پاکستانی ها را چی نمی کنند، تقویه نمی کنند؟ چرا ایران نمی کنند؟ چرا تاجکستان نمی کنند؟ چرا بعد کشورهایی که به اصطلاح گویا اگر مخالفی میشن در اونجا هستی که ما فقط ما خون بتیم؟ ببینی جناب آجی پتان سید، تا وکای ملت ما خون بتا، تا وکای ملت ما در آتش جنگ بسوزن، تا وکای ما به اصطلاح ما خون چین و ایرانی فقط و فقط نخو گفتم دو پیام باشم کنه دقیق جامعه افغانستان، گفتم که باید بر شکلی که میشن با جامعه پاکستان به شکل بنیادی و اساسی از این مشکل حل کنن، تشویش از نار از نای افغانستان مرحوب بزن. دوم در قسمت تحریک اسلامی طالبان، ما همی را به این تحریک اسلامی طالبان میگم که امروز همی افغانستان وطن شماست، شما یاد همی وطن هستین، در دامان همی وطن کلان شدین، تربیه شدین، بزرگ شدین، با وجود آمدین، همی وطن شماست. بیاین اگر به اصطلاح شما شریعت میگین، اسلام میگین، دین میگین، خیلی ملت ما به خاطر اسلام و شریعت 2 میلیون قربانی داد. نکشین ملت تانا، نکشین مردم تانا، نکشین سربازای قوای مسلح تانا. این قوای مسلح شما هم هست اگر افغان هستین، اگر اولاد اولاد هستین، جهاد هست جواب هست جواد خواهد. در امین ماه مبارک رمضان حملات زیاد شده، کشت خون مردم افغانستان زیاد شده. آجی پتان سر جهاد در ضد یک ملت مجاهد ملت ملت طالب ها گفته یا نمیدن بگم کنی طالب ها جهاد بزن ملت مجاهد بلکه کار مجاهد خواست جهاد بزن همین ملت مومن جهاد خواهدن بزن یک ملت کفری میکنه که در کشور آدم تزرد سلاحات آریاخ امریکایی ها را غرض ندارن، امریکایی ها را نمیگم من میگم بسانات یک هموطن همی ها اونا را بسانات هموطن خود نشمارم که هستم. بیاییم از شما خواهش میکنم مسئول یگز بسیاسی و از شما خواهش میکنم بیاییم امروز ملت ما عاشق بقای حکومت غنی نیست، عاشق بقای خنده یا چه غپق غنی نیست، عاشق ملت ما عاشق سال از بیاییم شما از جنگ بکشه سال ها رو نجیب بیاریم، بیاییم یک حکومت مشترک مختلف نجیب بیاریم، بیاییم در آباد یعنی یعنی وطن، بیاییم در رد مشکلات امی یعنی مردم، بیاییم در زخمه یعنی ملت مظلوم بیچاره مرهم گذاری کنیم، نجنگیم جنگ بس کنیم، بیاییم از طریق میز مذاکره اگر جلسه در ترکیه بریم برادرای عزیز طالب ما بریم بریم همی جا بیسه یا در قطر به این جنگ بس کنیم سلامت باشیلان کنیم دیگه دشمن های اسلام ها دشمن های افغانستان ها خوش نسازید. دکتر صاحب لیتاس ورندی صدا دست بلند و کی کرده تو وای راشو تیر اتاپ خبر رو بانده ده جنبه عبیب صاحب خبر رو بانده اتاپ سرا احسانه رو کنیم ما بارون ماخام قرآن شریف رسته نهم سپاره پاو د لسم سپاره کې یعنی و جهاد په هغه سره باندې ول شي بي اما په دې باندې خو ټول منبر د قران د دین د اسلام د نو دلته زم نه پیګه ما نه خپل د سوال ما سره ما سره سوال نه سره د پښتنه د چې اوس دې روزه مبارکه میاشته ګورې د افغانانو بي وزله او بیکاره او بیچارهګي او د وطن د تګوره او د انفجار او انتحار او جګړه او وژل ګورې چې د شرعي شهید کې ګورې د بدن د دې خپل قوتونه دي که سبا ذکر راځي خو د دې خپل قوت د خپل دې څخه پغزه کې دا شسته خبرونه دي نه د دا چې نور
ملکی خلکو ته څومره زیان اوخته دا غلی ټول تان چې څومره تخریب شوی او زنن په غیلارې نو نازکه ده د قران شریف زنه خبره ده چې زمونږ کتاب هر ورځ هغه ولو تلاوت کوو خو خیر پاس رات باندې ورو او کې ډېر ښه خبره هم ده چې د کور دننه زمونږ مشکلات حل وشي د کور دننه چې مشکلات وشي کې د څنګه حل کیدای شي دا د کور ډېر غلط سوال نه پدې کې دا سیاسي زمونږه هغه په خوانی خبره صورت قطعي باندې پریږدي دوی د خپل هغه د نفسانی او حزبي او تنظیمي خبرو ځینې ورتیر شي او لدین د ولا سره دی او دولت د خپل هغه جاتلبي ځینې تیر شي هغه د نسب هغه اسپ سرکش جوړتوي د غزي تاشي د میراث نه دی هم ډیر وخت مننه او د سر د راستو د پرد طالبان خبر نه دک نشي طالبان هم د خپل د سرکش اس د تاشي او میراث دولت او سیاسي البته هغه سیاسي چې دغه لاسونه سپیشلی ویسیږي د غیر اسونه سره ونه وسیږي یو نزل انا ته انتحار ته کوي شي زغ نه منم نه منم او هغه چې په هر تنظیم کې وسیږي د په خاني نه چا پراست نه ولا د دې پر جوړ شي سربېره په دې باندې دا کاډر ملت مزته سره په رغه باندې راوړي ډیر زیات مننه خاغلی ډاکټر عبدالهادي قریشي د سیاسي او پوزي چارو څلونکو او خاغلی محمد یاسین حبیب د فلاح او ملي بيدارۍ د ګوند مشر جسمن بلنه مو ونه لو باسکم را سره مننه قدرمن لیدونکو په تلو تلو کې لخپلو تخنیکی همکارانو تاسو قدرمنو لیدونکو هم نړۍ مننه تر بیا هم په الله سپارو ښې چارې